خب با ادامه بحث فیزیک MRI در خدمت شما هستم. امروز جناب دکتر میخوام با این جمله شروع کنم، خیلی قشنگه، میخوام نظر شما چیه. جناب بیل گیتس میگه من همیشه تنبلترین آدم ها رو میزنم برای سختترین کارها، چرا که اونا همیشه دنبال یه راه میانبر میگردن و راحت ترین راه رو انتخاب میکنن. نظرتون چیه دکتر؟ نه نه، سخت‌ترین کار، سخت‌ترین کار رو با ببینید تنبل‌ترین آدم. اون که زیرش در میره، اما برای اینکه این خیلی حرف قشنگی بود، من خودم فکر کردم نه واقعا یه جایی داره برای خودش. خب میریم با ادامه بحث MRI و میخوایم امروز با کاریسپن شروع کنیم. فعلا هم که کاری بهش نداریم، من کلا میام رو وایت بورد توضیح میدم تا نهایت آخر کار یه نگاهی میندازیم به پاورپوینت. خب ما یه بیمار داریم، این بیمار رو میذاریمش داخل مگنت. جلسه قبلم توضیح دادیم که گرادیان زد رو مفعال میکنیم تا بتونیم یه اسلایس رو انتخاب بکنیم. این راستای بی زیرو ماه و با توجه به اون پهنای باندی که ما داریم در نظر میگیریم، یه اسلایس با یه زخامتی به ما میده. الان من یه اسلایس دارم، در اصطلاح بهش میگم دو بعدی، تو دایمنشناله، ولی خب این عمق هم داره تا حدودی با توجه به اون زخامت اسلایس ما، یه عمقی هم داره و هر کدوم از این اندازه هایی که داره میشه پیکسل و با عمقش هم میخوایم در نظر بگیریم میشه واکسل. تا اینجا ما هیچ مشکلی نداریم. این شکل اگه من یه کوچولو کوچیکتر بکشم کم کنه بهتر بشه. بالاخره ما حریف دکتر حاجی قاسمی نشدیم که این وایت بورد دیجیتال اوکی بکنن. کم کنه دکتر دست شما رو میبوسه. اسلایس ما انتخاب شد، پارس عارف داده میشه. من یه سیگنال دریافت میکنم، این سیگنال رو میخوام برم داخل یک فضایی قرار بدم که در ابتدا به این فضا میگن راو دیتا یا تایم دومین. یعنی این وارد کایوسپیس من نشدم. تایم دومین چرا بهش میگم؟ چون در بعد زمان تی آر که دارم میدن، این در بعد زمان من دارم تصاویرم رو تهیه میکنم. خب برای اینکه بخوام بیام الان مشخص کنم که بگم این ردیف رو من دارم و بیام داخل این فضا قرار بدم، یک باره حالا فرض کنیم ما کلن هم این فانتوم ها یه فانتوم آبیه، کامل آبه، من نیاز دارم که بیام موقعیت هر کدوم از این سیگنال رو مشخص بکنم. وقتی که من میگم یه سیگنال دارم، در واقع یه سیگنال من ندارم، این مجموعه ای از سیگنال ها هستش که فرکانس های خیلی مختلف هم داره. در درجه اول من برای اینکه بخوام اینو بیام داخل این قرار بدم، نیاز دارم که این سیگنال آنالوگ رو تبدیلش کنم به دیجیتال. خب کاملا هم مرسونه که میگیم آنالوگ تو دیجیتال کانورتر، مشکلی ما این قضیه ما نداریم. برای اینکه بخوام این کار رو انجام دیم، اولین کاری که انجام میدیم میام از طریق چاپر یا همون در واقع سمای برش دهنده، میام کار نمونه برداری رو انجام میدیم، چون سیگنال آنالوگ نمیتونه بیا تو این فضا قرار بگیره، من نیاز دارم که دیجیتایزش بکنم. دیجیتایز باید بشه، بعد با عمل سمپلینگ از این بردارم بیام بذارم داخلی. سمپلینگ هم باید به اندازه باشه که مثلا این نقطه نقطه که من دارم برمیدارم، مثلا یکی اینجا برداشتم، یکی بالا برداشتم، پایین پایین پایین، اینا رو که من هم وصل میکنم، این میشه در واقع دیجیتالیز کردم. وقتی که من این خطوط رو به هم وصل میکنم، شکلی شبیه همین به هم بده. پس سمپلینگ من خیلی مهمه که تعدادش به اندازه کافی باشه تا بتونه همین شکل رو به من بده. خب دیجیتالیز میشه، چاپر روش انجام میشه و الان نمونه برای من تهیه میشه. این نمونه که تهیه شد میخوام بیام تو این ردیف قرارش بدم. همونجور گفتیم برای اینکه بخوایم
توی این ردیف قرارش بدیم، ما لازمه فرض کنید تمام اینا پروتون آبه، لازمه که بیاییم دوباره یک گرادیان دیگر رو فعال بکنیم که این گرادیان که این ناحیه داره فعال میشه، شدت میدان تو این ناحیه تغییر میکنه. با توجه به تغییر شدت میدان تو این ناحیه، فرکانس از این ور تا این ور داره تغییر میکنه. پس حالا که فرکانس تغییر کرد، این دفعه که من سیگنال برداری کردم، با توجه به این تغییر فرکانس من میتونم تشخیص بدم که موقعیت اون کجاست. پس سیگنال من یک فرکانس داره و یک امپلیتود یا اون شدت داره. فرکانس میاد موقعیت سیگنال مورد نظر را توی اون مقطع بهم نشون میده و اون دامنه میاد شدت سیگنال اون ناحیه را بهم نشون میده. شما یه ناحیه داری در واقع سیگنال تهیه میکنی، این وسطه شدت سیگنالش بالاتره، پس تو اون ناحیه که شدت سیگنال بالاتره، دامنه سیگنال من هم بالاتر میره. پس ما یه فرکانس داریم یه دامنه. الان من فرکانس رو فعال کردم، سیگنال رو گرفتم، عمل سمپلینگ انجام دادم، میاد چیکار میکنم؟ با توجه به فرکانس هایی که الان به من داده، توی این نقطه من دارم جایگذاریش میکنم. پس فرکانس میاد موقعیت رو به هم نشون میده، دقیقا الان فرکانسی که اینجا قرار گرفته به چه مکانی اختصاص داره و هر چی به طرف مرکز میرن، شدت سیگنال من افزایش پیدا میکنه و دوباره اون طرف کاهش پیدا میکنه. پس تا اینجا من گرادیان فرکانس رو فعال کردم، تا اینجا که حله، مشکل ندارید. خب فرض کنید الان من یه مقطعی شبیه این دارم، یک فانتومی داخل این قرار دادم، این فانتوم آبه، یه سیگنال ازش تهیه کردم، این سیگنال چاپینگ انجام میشه، این وسط قرار میگیره که به قول خودمون گفتیم تو مرکز که میشه شدت سیگنال بالایی داره. دوباره میادش تهیه میکنم، باز به همین منوال ادامه پیدا میکنه، یعنی دوباره بازم مرکز شدت سیگنال بالایی داره و به طرف محیط کاهش پیدا میکنه. اگر در این حالت من بخوام یه فضا اینجا براش تعریف کنم، تایم دومین، یه چیزی به من میده شبیه این که کناره ها شدت سیگنال پایینه، میرسه به فانتوم، شدت سیگنالش میره بالا و این طرف که دوباره فانتوم رد میکنه، شدت سیگنالش میاد پایین. این چیزی به هم میده، چون من فقط تو دو بود گرادیان فعال کردم، یه گرادیان زد بوده، یه گرادیان فرکانس. پس این میشه برای من مشکل، نیاز دارم که در بود سومم بیام یه گرادیانی رو فعال بکنم. وقتی که من در بود سوم گرادیان فعال کنم، این دفعه میتونم به این شکل برسم. حالا چه جوری؟ ردیف اول یک پارس عارف رو وارد میکنیم، این پارس عارف در این ناحیه تی گفتیم میام گرادیان فرکانس رو فعال میکنیم. خب یه خط پر میشه، ولی خب ردیف دوم که من میخوام پر کنم، دوباره اونجا هم نیاز دارم که یک گرادیان فعال بکنم که سیگنالی که میخواد تو این ناحیه قرار بگیره یه اختلافی با اون بالایی داشته باشه که فضای تایم دومین بتونه تشخیص بده که الان در ردیف دوم رو داره پر میکنه. برای اینکه این کار رو بخوام بکنم، میام چیکار میکنم؟ یک گرادیان دیگه ای تو این ناحیه هم فعال میکنم. کار این گرادیان چیه؟ ما گفتیم فرض میگیریم که این ناحیه کلن پروتونه، پروتون تو این ناحیه قرار گرفته، زیرش هم به همین منوال. گرادیان فرکانس که فعال میشه با توجه به تغییر میدانی که تو این ناحیه قرار میگیره، یعنی هر کدوم از اینا میدون به طرف بالاتر داره میره، پس فرکانس چرخشی هم شروع به افزایش میکنه. فرکانس چرخشی که تغییر میکنه، مشخص میکنه که موقعیت اینا داره تغییر میکنه. فرکانس اینجا بالاتره، پس سیگنالی که داره تو این ناحیه میشینه، میگه خب فرکانس بالاتره مربوط به این ناحیه میشه، جایی که فرکانسش پایینتره مربوط به این ناحیه میشه. تا اینجا مشکلی نداره. اما ردیف دوم که میخواد بیاد بذاره، در صورتی که گرادیان فاز فعال نشه، این فضا نمیتونه تشخیص بده خب این الان مال ردیف دومه، سومه، پایین مال به کجا هستش. پس میاد چیکار میکنن؟ یه گرادیان دیگه به نام گرادیان فاز میان فعال میکنن. گرادیان فاز کاری که انجام میده اینه، میگه آقا جون شما فرض کنید
سه تا اسپین دارید کاملا زیر هم قرار گرفته و شبیه همه. در صورتی که گرادیان فاز فعال نشه، تشخیص این سه تا مشکله، نمیتونه بفهمیم موقعیت اینا کجا هستش. پس من میام گرادیان فاز فعال میکنم، یه نمودار به این شکل، این میشه صفر، و به این شکل فعال میکنم، میدان تو این راسته تغییر میکنه. تغییر میدان تو این راسته یعنی چی؟ یعنی فرکانس اینا شروع به تغییر میکنه. حالا یعنی چی؟ ما وقتی گرادیان فاز در گرادیان فرکانس داریم فعال میکنیم، این زمانی که خانش داره صورت میگیره، یعنی زمانی که شما تی ای اینجا زن تی ای میگن که چی؟ بین پارس 90 درجه تا زمانی که خانش انجام میشه. پس تی ای زمان خانش منه. زمان خانش من گرادیان فرکانس من فعاله، یعنی همین که من میخوام سیگنال رو دریافت بکنم، گرادیان فرکانس فعال میشه تا این طیفی از پروتون ها که در حال چرخش هستن فرکانس هاشون تغییر بکنه و اون لحظه مشخص بشه هر کدوم برای کجاست دریافت میشه. گرادیان فاز کی باید فعال بشه؟ این الان ملاکه. آیا گرادیان فاز مثل گرادیان فرکانس باید فعال بشه؟ من وقتی که میام اولی رو فعال میکنم گرادیان فرکانس، اینا یه سری تغییر فرکانس پیدا میکنم. اگر دوباره بیام یه گرادیان شبیه همین به کار ببرم که فرکانس رو تغییر بده، فرکانس پروتون پایینی بیش از حد تغییر میکنه، امکان داره اصلا دیگه شبیه پروتون نباشه، به شبیه فسفر، شبیه کلسیم، چون فرکانسش دوبار تغییر میکنه. یه بار فرکانس میاد بیشتر میشه، خب این دستگاه تشخیص میده که این فرکانس اولی که فعال شده فقط هدف میده که موقعیت رو بیاد مشخص بکنه. اما وقتی که من بیام دوباره گرادیان دومی در این راستا بیام بهش اعمار بکنم و دوباره یه فرکانس روی اون فرکانس اعمار بشه، امکان ذات نیچر اون باف تغییر بکنه در حالت مجازی دیگه، چون دوبار فرکانس روش اعمار شده نمیتونه تشخیص بده که این ذره چیه. میان چیکار میکنن؟ گرادیان فاز اعمال میکنن. گرادیان فاز به این شکلی که میگه خب ما یه پارس عارف وارد کردیم، اینا اومدن در راستای افقی شروع به چرخش میکنن، تا اینجا مشکل نداریم، دوتا همفازه میچرخن. بعد از مدتی من میام گرادیان فاز رو اعمال میکنم، با توجه به اینکه این دوتا یه مقداری تغییر لوکیشن دارن، مثلا آبی پایین تره، اینا به چرخش میجن، گرادیان فاز رو میاد اعمال میکنه. گرادیان فاز اعمال میکنه، فرض کنید این آبی سریع تر میچرخه، یه مقدار جلو میفته، یه گرادیان اعمال کرده دیگه، سریع قطعش میکنه، این جلوتر افتاده سریع قطعش میکنه، دوباره اینا با همون سرعت شروع میکنن چرخیدن. ولی بعد از اعمال گرادیان اون اختلاف فازی دیگه وجود داره، دوتا دونده استارت میکنن شروع میکنن دویدن، یکی سریع تر میدوه 5 متر جلو میفته، یکی هم عقبه. بعد بهشون میگن خب الان تو این 5 متر که جلو افتادی با سرعت یکسان شروع کن دویدن، خب این طور دیگه شخص به هم نمیرسن دیگه، یه اختلاف فازی وجود داره. پس با این اختلاف فازه میفهمن که آره اینی که عقب تره مال کجاست و اونی که جلوتره مال کجاست. پس میاد چیکار میکنه؟ وقتی که میخواد گرادیان فاز اعمال کنه، یک لحظه اعمال میکنه، اینا تغییر فاصله میدن، بعد خاموشش میکنه، اینا با همون سرعت شروع میکنن حرکت کردن، ولی اون تغییر فاز دیگه وجود داره. برای ردیف سوم، چهارم، پنجم میزانی اختلاف گرادیانی بیشتر میشه که اگر ما بخوایم روی یه چیزی مثلا ببینیم ساعت در نظر بگیریم، اولی ساعت 12 قرار داره، دومی مثلا 1، 2، 3، این میشه اون اختلاف فاز. سرعت همشون یکسانه ولی موقعیت اونا با هم فرق میکنه دفعه. پس کار گرادیان فاز اینه. یه بار دیگه مرور میکنیم. ما یه پارس عارف اعمال میکنیم. در زمانی که پارس عارف اعمال میکنیم، گرادیان انتخاب اسلایس یا اسلایس سلیک گرادیان هم یا چیکارش میکنه؟ فعالش میکنیم. دقیقا زمانی که پارس عارف میدیم، پارس عارف که میدی باید مشخص بشه که الان کجای بادی میخواد فعال بشه. شما وقتی که میای یه فیلد کاورج مشخص میکنی مقاطع مختلف، میگی الان اساس 1 رو بگیر، 2 رو بگیر، 3 رو بگیر، پس
اون زمانی که داری میگی استاد یک رو بگی یا دو رو بگی، اون زمانی که پارس عارفت رو وارد کردی. حالا فرق نمی کنه، میخواد 90 درجه باشه، میخواد 180 درجه باشه، میخواد پارشال عارف باشه، هر عارفی وارد بشه اون لحظه گرادیان انتخاب استایس ما هم فعال میشه. پس این فعال میشه و یه زمانی رو ما ثبت میکنیم تا تی ای بتونیم کار خانش رو انجام بدیم. مهم اینه که وقتی که من پارس عارف رو وارد میکنم و گرادیان رو فعال میکنم، این دقیقا مال همون لحظه است، دیگه نیاز نیست ادامه داشته باشه. اون لحظه میاد این مقطع رو تحریک میکنه میره، پس این گرادیان هم همون لحظه میتونه دیگه خاموش بشه. پس به خاطر همینه که معمولا حالا به صورت بایپولار میان چیکارش میکنن، اگر ما این خط در نظر بگیریم به صورت بایپولار میان اینو فعال میکنن که چی؟ قطب مثبت گرادیان رو فعال میکنه، قطب منفی دوباره میان خونساش میکنه، میگه همه استونا برگردید سر جا خودتون، همون حالت عادی خودتون باشه. پس این کارو انجام میده. میایم جلوتر، گفتیم ما یه گرادیان خانش داریم. قبل گرادیان خانش گفتیم چیکار میکنیم؟ گرادیان فاز رو ما میان فعال میکنیم. گرادیان فاز گفته میایم فعال میکنیم، کاملا این دفعه یه پله ایه، یعنی اگر من بخوام براش شکلی در نظر بگیرم، 0 1 2 3 پایین دوباره -1 -2 -3. اگر شما 128 داشته باشی، 128 ماتریس سایزت باشه، اون پیکسل ها در راستای گرادیان فاز 128 بار این داره تغییر دامنه میده، تغییر گرادیان میده. از 0 شروع میشه به طرف مثبت داره قوی میشه، 0 هم به طرف منفی توی ما بخوام قدر مطلق بذاریم بازم داره قوی میشه، یعنی گرادیان در جهت منفی داره قوی میشه. پس گرادیان فاز من برای اینکه بخوام ببینم کدوم خط باید پر بشه مشخص میکنه که چقدر قوی بشه. هرچی بیشتر قدرت بره بالاتر، این یعنی گرادیان شدیدتره، میره خطوط بالای فضای کارو پر میکنه. وقتی گرادیان من در حد 0 میاد مرکز فضای کارو پر میکنه، برای منفی هم به همین شکله. و پس گرادیان فاز فرض کنید اول میای نقطه 1 رو فعال میکنه، فعال میشه ملحظه، بعد خاموش میشه. یه مقداری گرادیان فاز که فعال میشه اینا تغییر فرکانس میدن، خاموش که میشه فرکانس چون دوباره برمیگرده حالت اول، یعنی هر کدوم با سرعت همون 64 مگاهرتز بر ثانیه شروع به چرخش میکنن، فقط مقداری از هم فاصله گرفتن و هرچی گرادیان شدیدتر میشه میزان فاصله اونا داره بیشتر میشه. میره جلوتر، میخواد بیاد توی قسمت خانش، میاد چیکار میکنه؟ گرادیان فرکانس رو فعال میکنه. توی گرادیان فرکانس که میخواد فعال کنه دقیقا شبیه همینه، میتونه بایپولار باشه، میتونه تریپولار باشه یا فورپولار باشه، فرقی نمیکنه، فقط باید قسمت زیر خط با بالای خط با هم برابر باشه. مثلا اگه تریپولار میخواید بذارید یه ناحیه به این حالت بعد میاد پایین، یعنی این تیکه با این تیکه باید برابر باشه، برای همین حالا تریپولار میزنن یا بایپولار میزنن. هدفش اینه که آقا جا اگر داره میاد یه اختلاف گرادیانی اون لحظه ایجاد میکنه، آخر کار خونسا بشه، همه اسپینا برگردن همون حالت خودشون. پس این میشه عملکرد یک پالس RF برای اینکه بخواد اطلاعات رو بگیره بیاره بذاره توی فضای کار. خب پس من تا اینجا اومدم، الان تو این ناحیه خانش میخوام سیگنال رو دریافت کنم. تو ناحیه خانش ما به این شکله، خیلی دیگه بازم نه، یه ناحیه شروع میشه میره بالا بعد میاد پای، مرکز دامنه من بیشترین شدت سیگنال رو داره، طرف ها کمترین شدت سیگنال رو داره، همینو میگیره نمونه برداری میکنه میاد میذاره توی تام دومین. پس ناحیه مرکز من بیشترین شدت سیگنال رو داره و هر چی به طرف محیط حرکت میکنه کم میشه و این روش ادامه پیدا میکنه برای خطوط بعدی. فقط در مرکز، وقتی که در مرکز من گرادیان فاز ندارم، یعنی گرادیان اعمال نمیکنم، بیشترین شدت سیگنال من این دفعه توی مرکز دارم. این
در واقع دامنه من باشه، وقتی که به مرکز میرسه دامنه من به این شکله، چون دیگه اونجا گرادیالی نیست، نه من مرکز، نه گرادیان فرکانس دارم، نه گرادیان فاز دارم، پس بیشترین شدت سیگنال توی مرکزم خواهم داشت. تو اینجا مشکلی ندارید؟ ما گرادیان اولی که امار میکنیم میشه برای اسلایس، به نوع بیس هم خونده میشه. بدترین موقع، موقعی که مخاطب سوال نداشته باشه، اون وقتی که میمونی. خب این سر گرادیان ها من پوستم رو میکندم بچه ها، تو این زنی مشکلی ندارید؟ بسیار عالی. خب این تایم دومین تهیه میشه، پس این در بعد زمانه، این هم همون گرادیان فازیه که ما داریم اعمال میکنیم. این الان باید یه تبدیل فوری روش اعمال بشه و تبدیل بشه به همون فضای کا یا فرکانسی دومین که بازم همین فاز توی این ناحیه قرار داره. ما برای اینکه بخوایم مکان هر سیگنالی رو مشخص بکنیم باید رجوع کنیم به فرکانس، چون فرکانس سیگنال در هر ناحیه از بدن داره فرق در واقع با هم تفاوت داره، اون فرکانسه که داره من نشون که الان این سیگنال متعلق به کجای بدن هستش. پس میاد چیکار میکنه؟ یه تبدیل فوریه روش انجام میشه و تو این ناحیه این دفعه فرکانس میچینه و اینجا همون گرادیان فاز ما میشه. ما اگر بخوایم اینجا رو به چهار قسمت تقسیم بکنیم، خود فضای کا نواحی محیطیشو چی داره به ما میده؟ رزولوشن داره به ما میده، اسپشیال رزولوشن. من بخوام لبه ها رو به خوب ببینم یا آبجکت های بسیار ریز رو به خوبی بخوام ببینم، سیگنال اون، فرکانس اون توی محیط میشینه و مرکز اون داره شدت سیگنال به هم میده، داره کنتراست به هم میده. این دفعه روی شکل من بهتون نشون میدم که قشنگ متوجه بشید. نکته ای که الان وجود داره اینه، من فضای کاری که میخوام ببینم اینجا مثلا درخشان ماورقیش کاملا لکم حالت تیره داره، یعنی انگار این فضای کا هیچ تفاوتی با هم نداره، چهار قسمتش که میکنی انگار این تیکا همه با هم برابره، مثل همه، هیچ فرقی نمیکنه. اما ما یه نقطه تقارنی داریم که این نقطه تقارن اینه که اگر شما یه نقطه تو اینجا داشته باشی، یه ناحیه تو اینجا داشته باشی، دقیقا ناحیه آینه اون عکس اون تو این ناحیه میفته، ناحیه مشابه متقارن اون دقیقا حالت قطر فضای کا میفته. این یعنی چی؟ نقطه‌ای که با من براش گفتم، من بخوام به زبان خیلی ساده بگم، میگه شما میای یه سیگنالی رو دریافت میکنی، این در راستای فرکانس برات میشینه، توی فرض کنید حالا مثبت دو یونیت من میذارم گرادین فاز، بعد اینجا میشه صفر، یه شدت سیگنالی بهت میده، اینجا الان میشه منفی دو. منفی دو که میشه یعنی انگاری حالت آینه شکل داره پیدا میکنه، کاملا منفی دوی عکس هم دیگه قرار دارن. میگه این دفعه به زبان ساده بخوام بگیریم، سیگنالی که میخواد بشه انگاری شما سیگنال داریم میچرخونید، چون منفی شده سیگنال داریم میچرخونید، میای داخل فضای کا قرار میدی. این دفعه نقطه‌ای که تو اینجا قرار داره ناحیه مشابهش، ما بخوایم بازم همون سیگنال رو رسپ کنیم، میگه اینجا قرار داره، پس حالت قطری پیدا میکنه. پس من نمیتونم بگم که آقا جان اگر من یه نقطه ای توی ناحیه دارم مثل اون اینجا رو دارم، اینجا هم دارم، اینجا هم دارم. اگر به این شکل بود میومدم میگفتم خب توی این تکنیک های جدید میگفتم ما یک چهارم فضای کار رو پر میکنیم، ما بقیش از طریق تقارن دست بیاریم. ما هر فوریر ترانسفر داریم که اینجا اعمال میشه، در واقع نصف فضای کار پر میشه. چرا یک چهارم نداریم؟ به خاطر همینه. میگه نقطه‌ای که اینجا وجود داره به هیچ وجه توی ناحیه مشابه خودش یا پایین وجود نداره، حتما توی لوب عکس خودش،
توی لوب مخالف خودش قرار داره. پس به خاطر همین حتما باید یک دوم فضای کا پر بشه. حالا میخواد در راستای فاز باشه، میخواد در راستای فرکانس باشه، هیچ فرقی نمیکنه. ما پارشال اکو هم داریم. یک دوم نکس دیده بودید توی چی؟ توی جی خیلی فراوونه. مثلا شما ببینید زدید یک دوم نکس. ما خدا برام سوال یک دوم نکس یعنی چی؟ ما نکس یک داریم دیگه، یعنی خانش یک بار انجام میشه، یه خط پر میشه، میره خط بعدی. اگر دو باشه این خط دو بار پر میشه، سه باشه این خط سه بار پر میشه. با قضیه نکس آشنایید؟ خب نکس یعنی در واقع نام پیاف ریپیتیشنه. تی آر همونه، فقط فیز انکودینگ فرق نمیکنه. اون خط اگر دو باشه دو بار پر میشه، اگر سه باشه سه. یک دوم باشه یعنی چی؟ نصفش پر میشه. توی پارشال اکو توی ام آر آنژیوگرافی شیطان کاربرد داره. این دفعه مثلا میاد نیمه راست فضای کارو پر میکنه، نیمه چپش رو میاد از روی اون شبیه سازی میکنه. برای تقارن مشکل نداری، چون ما شدیداً با هر فوریر ترانسفر که برای چی کاربرد داره، برای قدر پارشال ایمیجینگ توی تکنیک هیست شدیداً از این استفاده میکنیم. فازه که وقتی که وارد می‌کنیم، فازه که پیدا میشه تا آخرش ثابته دیگه، درست همون مثالی در امریکه. ببین وقتی گرادیان صفر باشه مرکز پر میشه، یعنی مرکز فضای کا چه در راستای فرکانس چه در راستای چی، اینا کلا صفره، یعنی انگاری همون بی زیرو ام آی. پس هیچ گونه گرادیان اینجا اعمال نمیشه. بشه مثبت یک خط بالایی پر میشه، مثبت دو یونیت خط دومیش پر میشه، و مثبت 128 که میخوره اگر حالا پیکسل سایز من مثلا اون ماتریس سایز من 256 باشه میاد خط آخری پر میشه. تا زمانی که شما بخواید در واقع کار خانش رو انجام بدی، ها کار خانش رو انجام میدی. ببینید یه بار دیگه ما بگیم، اینا میان در این راسته قرار میگیرن، شروع به چرخش میکنن، گرادیان فاز فعال میشه، یکی سریع میچونه چرخیدن، خاموش میشه. این دوتا اختلاف فازشون رو داره، فقط سرعتشون یک ثانیه دیگه، هیچ فرقی نمیکنه. خب الان اینا اختلاف فاز فقط دارن، ناچاریم الان بیایم گرادیان فرکانس فعال. این اختلاف فاز داره، یعنی این دوتا زیر هم قرار دارن دیگه، این دوتا ربطی به هم ندارن. من میام گرادیان فرکانس رو فعال میکنم، میگم خب الان بیا پروتون هایی که در ردیف بالایی قرار دارن رو بیا اختلاف فرکانس بهشون بده تا بیاد خط بالایی رو پر کنه، پایینی دوباره بیا فرکانس بهشون بده با توجه به اختلاف فازی که دارن. این دوتا دیگه با هم کاملا متفاوته، اینا با هم متفاوته. این دفعه گرادیان فرکانس دومی میاد پایینی رو تحریک میکنه، و در آخر این یعنی زمانی که خانش انجام میشه انگاری داره یه جارو میکشه روش، دوره همه رو برمیگردونه حالت اول، دوباره پارس از نو دوره میاد تکرار میشه، و این اصلا قاطی میشه نمیشه. یعنی من توقع دارم پارس عارف که وارد میکنم، خانش که انجام میدم، در بعد از اون مرحله تمام این اسپین ها یه دستی بهشون بکشم بگم همتون برگردید حالت اول خودتون تا دوباره آماده بشن برای پارس عارف بعدی، وگرنه اصلا این کارو نمیتونیم ما انجام بدیم. مثلا کن یه اختلاف فازی از پارس قبلی مونده باشه، یه اختلاف فرکانسی از پارس قبلی مونده باشه، این تا آخر کار که میرسه، مثلا پروتونی که در 64 مگاهرتز شروع به چرخش میکرده یه اونی آخر شده 15 مگاهرتز، این 15 مگاهرتز دیگه مال پروتون نیست، مال فسفره، مال سدیومه. به خاطر همینه که ما باید کامل کاری بکنیم که بعد از خانش اون سیگنال همه اینا دوباره برگردن حالت اول خودشون و دوباره این کارو تکرار کنیم. خب تو این زمینه مشکلی ندارید؟ هر چقدر که مقدار پر شدن فضای کار رو بیایم از لحاظ زمانی کوتاه بکنیم که بیاد زمان پروتکل ما کاهش پیدا کنه که توی بیشتر آنژیو به کار برده میشه، این باعث کاهش رزولوشن تصویر نمیشه هرچقدر که زمان کوتاه‌تر میشه؟ ببین ما یه واژه‌ای داریم به نام اسنار، یه واژه‌ای داریم به نام رزولوشن. شما زمانی که قشنگ تو ام آر دیدید میگه آقای تصویر تیوان میگیرید، فرد بدنش دهیدراته هستش، خب میگه این تصویر شما کیفیت نداره، حالت نویزی داره، میگه خب نکسشو بکن دو،
استنارش رو ببره بالا. درسته؟ نکس افزایش میده که چی؟ یعنی تعداد خانش من دو برابر بشه. رزولوشن رفتی به چی داره؟ رفت به پیکسل سایز شما داره. آیا شما پیکسل سایز رو تغییر میدی؟ پس قانونا رزولوشن شما هیچ فرقی نباید بکنه. درسته؟ شما میگی من پیکسل سایز من مساوی است با اف او وی تقسیم بر ماتریس سایز شما. این عوامل تغییر بکنه رزولوشن شما تغییر میکنه. ولی اون در واقع استنار شما یه کیفیت میبره بالا. حالا تو اون حالت نه این که درست نویزیت شاید مثلا زایه های کوچیک رو بخواد ببینی یکم مشکل داری، اما در کل رزولوشن شما تغییر نمیکنه. علاوه چشمی مشکل داری نمیتونی تشخیص بدی چون کیفیت تصویرت پایینه، ولی رزولوشن شما به این آیتم ها بستگی داره، به ضخامت استناد شما ربط داره. اینا خیلی تعیین کننده هستش. آنچنان تغییر نمیکنه. به چش یه مقدار تغییر میکنه چون کیفیت تصویر اومده پایین، ولی وقتی که میای میبری رو فرما قانونا نباید تغییر بکنه. هیچ تفاوتی نداره. زمان تغییر میکنه. کیفیت تغییر میکنه، استنار تغییر میکنه. رزولوشن یعنی توانایی اون سیستم که بیاد کوچیک‌ترین جزء تشخیص بده که مربوط به این پارامترها میشه. این پارامترها ما هیچ کاری بهش نداریم، تغییر نمیده. حالا بازم من اینجا بهتون نشون میدم. خب در رابطه ها فضای کار توضیح دادم، من گفتیم که یه راستای X داره، یه راستای Y. راستای X میاد همون راستای فرکانس ما میشه، ببخشید راستای فاز ما میشه، و راستای Y ما هم میاد گرادیان فرکانس رو به ما نشون میده. همونجور که تو این شکل دارید میبینید آنچنان تفاوتی توی محیط ما وجود نداره، و توی مرکز هم وقتی که میریم جلوتر میبینیم که آدم میمونه که چجوری شما میای از یه مقطعی تصویر تغییر میکنی، میبریش توی فضای کار، بعد دوباره تبدیل فوریر اجرا میکنی، تبدیل میشه به ایمیج. یعنی واقعا کار خیلی پیچیده‌ایه. من اومدم برای اینکه بخوام این مباحث یاد بگیرم، شما تو یوتیوب بزنید تا بخواید تو این زمینه فایل هستش که اساتید تدریس میکنن. ببینید اون مباحث ریاضی که پشت این خوابیده خیلی گسترده هستش، که از طریق ریاضیات میاد ثابت میکنه که الان آره یه نقطه‌ای که من اینجا دارم مشابهش دقیقا تو این نقطه قرار داره و هیچ جا دیگه یافت نمیشه. این از طریق معادلات ریاضیه، یا به قول پروفسور لیپتون میگه که شما به اون تیک کار نداشته باشه، فقط فرض کنید یه جعبه سیاه یا یه بلک باکسی ما اینجا داریم، اطلاعات میدیم داخلش، یه اطلاعات میده بیرون و تبدیل میشه به ایمیج، که کار کاملا خارق العاده ایه. و بخوایم مبحث ریاضی شو وسط بکشیم واقعا گم کنم در واقع لول این کلاس نیستش که بخوایم این کادر درمان دیگه نیازی به ریاضیش نداره. اما کلیات اینه که اون مقطع سیگنال میاد تبدیل میشه به تایم دومین، بعد از تایم دومین ما چون به فرکانس نیاز داریم تبدیل فوریه روش اجرا میشه، میشه فرکانس دومین که همون کا اسپیس ما هستش، دوباره تبدیل فوریه روش اجرا میشه و تبدیل میشه به ایمیج که ما مد نظر ما هستش، که این نمونه شما داره اینجا میبینید. نگاه کنید این یه حالتی هستش که همون شبیه تایم دومینه، سیگنال ها اومده، من میام دقیقا فرق روی مرکز توضیح میدم. گفتیم فرکانس میام گرادیان فرکانس تو این راستا ما میام فعال میکنیم. فعال که میکنیم پس سیگنال هایی که پایین ترن شدتشون ضعیف تره توی محیط قرار میگیرن، و در مرکز من که گفتیم اینجا بی زیرو دیگه، ما اینجا دیگه آنچنان گرادیان نداریم، بیشترین شدت سیگنال رو داریم. در همین راستا و همچنین ما گرادیان فاز رو فعال میکنیم، پس هرچی گرادیان فاز من قوی تر میشه شدت سیگنال من داره کمتر میشه نسبت به مرکز. پس من در مرکز بیشترین شدت سیگنال رو دارم که شما به خوب اینجا دارید میبینید، و هرچی به طرف محیط میرم شدت سیگنال من داره کم میشه، و ولی خوبی که داره در اسپشیال رزولوشن من افزایش پیدا میکنه. لبه های آبجکت رو من میخوام ببینم، اینان که لبای آبجکت رو به من نشون میدن. شاید هنوز درک نکنید،
ولی میریم جلوتر توی امارانجیو شدیداً کاربرد داره. اونجا دیگه من فرکانس میخوام. شما دقت کنید توی امارانجیو شما فقط دارید فرق سیاه و سفیدی رو دارید میبینید. اونجا داره دستگاه به صورت اتومات داره فقط مرکز فضای کار رو براش برو میکنه. آنچنان به محیط دیگه کار نداره. به خاطر همین شما دیگه اون محیط رو نمیبینید و فقط عروقی که شارپ باشن رو به خوبی مشاهده میکنید. نگاه کنید. این یک تصویر فضای کار تبدیل شده به یک امار مچده است. الان کاری که من میکنم اگر درسته میام بررسی کنم. ببینید ما توی فضای کار یک کنتراست داریم، یک رزولوشن داریم، یک پوینت سیمتری داریم که توضیح دادیم و اف او وی ناحیه‌ای که داره کاور میکنه. الان اومده چیکار کرده تو این تصویر؟ اومده مرکز رو نگه داشته. ناحیه‌ای که شدت و سیگنال بالا داشته نگه داشته و مابقی رو کلا کات کرده. گفتم من با مابقی رو نیاز ندارم. تصویری که دارم من کنتراست خوبی داره، شیپ رو داره به من نشون میده، ولی لبه‌هاش محو. این یعنی اسپشال رزولوشن رو ازش گرفتم. تو یکی نگاه کنید، مرکز فضای کار رو برش داشته ولی محیط فضای کار رو گذاشته بمونه. لبه ها رو میبینید به خوبی لبه های آبجکت داره مشاهده میشه. اینجا دیگه کنتراست نداره. حالا اگر کلی داشته باشه نگاه کنید، مرکز کنتراست خوب، محیط اسپشال رزولوشن خوب و در نهایت وقتی که فضای کار من تکمیل باشه میتونم یه تصویری به این شکل من داشته باشم. خیلی کاربرد داره توی امارانجیوگرافی، به خصوص توی قلب که ما فضای کار رو خوبی بشناسیم، بفهمیم که وقتی که ما داریم میگیم فضای کار، این ناحیه داره کنتراست به من نشون میده، این ناحیه داره اسپشال رزولوشن به من نشون میده. پس اگر من بخوام کنتراست خوبی داشته باشم، امارانجیو من کنتراست نیاز دارم. پس مرکز رو من حتما باید داشته باشم. ولی یه جا میرسه که من میخوام یه آبجکت بسیار ریزی رو بررسی بکنم، توی شکستگی، گرفتگی، اینفاکت قلب، میخوام قشنگ خود بافت رو ببینم، اسپشال رزولوشن نیاز دارم. اونجا دیگه کنتراست هم نیاز دارم. این فضای کار من باید کامل باشه. خب یه بار دیگه من میخوام نقطه تقارن رو بگم و اسمایی که براش موجوده. پس گفتیم که وقتی که یه سیگنالی دریافت میشه، این چون الان فرض کن اینجا مثبت تو یونیس یه واحدی اومده تو اینجا نشسته، این خط رو پر کرده، این ناحیه دقیقا اومده اینجا قرار گرفته. اینجا در واقع گرادیان فاز ما کامل مثبته. حالا گرادیان فاز منفی رو اعمال میکنیم، همین سیگنال انگاری داره میچرخه، چون منفی شده انگاری داره میچرخه، حالت آینه‌ای داره پیدا میکنه. وقتی که میاد تو این فضای کا قرار میگیره، نگاه کنید نقطه تقارنش دقیقا اینجاست. اگر اینجا باشه دقیقا اینجا هستش. پس این نشون میده من نمیتونم نقطه‌ای که اینجا وجود داره بیام تو این ناحیه دنبالش بگردم، حتما باید توی قسمت مخالف اون ناحیه وجود داشته باشه. اما اسمایی که وجود داره توی زیمنس میگن هفت فوریر که به خود ما داریم میبینیم، توی تکنیک هیست خیلی ازش کاربرد داره، توی فیلیپس هیتاچی میگن هارف اسکن که بازم ما باهاش دخیل بودیم، توی جی ای یک دوم نکس یا فرکشنال لکس هستش. این تکنیک هایی هستش که ما توی فضای کار خیلی ازش استفاده میکنیم و سرعت خیلی بالایی داره، به خصوص توی بالانس استادی سیفری پرسیشن بیشتر میان از این نوع پر شدن فضای کار استفاده میکنن. بریم سر کار سپیس فیلینگ. یه بار توی اون سیشن اول یه گذرا توضیح داریم با توجه به وقت نبود، اینو میخوام انشالله بررسی بکنیم و مبحث فضای کار رو ما ببندیم. یکی کارتزیان هستش، حالت حالا بین جزئیات خطی داره، یکی نان کارتزیان و یکم اکوپلانر هستش. بریم ببینیم هر کدوم یعنی چی. توی حالت کارتزیان میگه آقا جون خطوط تک تک پر میشه، خط بعدی، خط بعدی و خط بعدی. و این روش به صورت حالا رکتیلینیر گفته میشه، به صورت خطی پر میشه و یه خط پر میشه توی تی آر، تموم که میشه میره خط بعدی. حالا میتونه بره آخر، حالت پله ای بیاد پایین، یا اینکه این خط رو پر کنه بیاد خط بعدی رو پر کنه و خط بعدی و تا آخر ادامه پیدا بکنه. توی اسپینکو خیلی کاربرد داره، گرادینوکو یعنی بیشتر سکانس های معمولی جنرالی که ما داریم، جاهایی که مثلا فقط سکانس های جنرال میذارن معمولا از این نوع فضایکا دارن استفاده میکنن. اما چیزی که مهمه انواع پر شدنشه.
این فضای کار رو من دارم، از بالا پر کنم بیام به پایین، وسط رو پر کنم، یا اینکه نه بیام دور رو پر کنم بعد بیام وسط رو پر کنم، چه فرقی با هم میکنه؟ من یه سوال داشتم، این هافسکنی که توی فیلیپس گفتیم، این گزینه رو ما میخواستیم استفاده بکنیم، باید این رو فعال کنیم یا غیر فعالش کنیم؟ بعد این تصویر هافسکن توی تصاویر تیزی یا تیما یا توی تصاویر فرصت دیدی فرق میکنه، چون وقتی که ما اون رو فعال میکنیم هافسکن رو تقریبا یه تصاویر تیبان هم زمان کار خیلی کارش پیدا میکنه، از لحاظ اسپشال رزولیشن و کنتراست تصویر هم تغییری توی تصویر ایجاد نمیشه، یعنی همون تصویری که بدون هافسکن هم انجام داده بودیم از لحاظ کیفیت با تصویری که با هافسکن فعال شده گرفتیم برابری میکنه، ولی توی تصاویر تی تو اینجوری نیستش، یا توی مثلا تی تو فتصتی که برای زانو میگیریم یا مثلا پی دی فتصتی که برای زانو گرفته میشه یا مفصل اینجوری نیستش، ما هافسکن رو فعال میکنیم کاملا رزولوشن تصویر به هم میریزه، اسنارش به هم میریزه، کیفیتش میاد پایین ده. خب توی تیوار هم همینه، فقط شما به چشم نمیبینی، توی تی تو و پی دی فرصد نه خیلی به چشم میاد، یعنی اینقدر تغییر فاحشه شما داری به چشم میبینی. توی تیوار هم ما داریم، اگر روی بکش تو اون ناحیه، یه ناحیه روی بکش میبینی چه سیگنالی که داره بهت میده ضعیف‌تره، ولی چشمی دیگه نمیتونی ببینی، چون تیوار معمولا توی تی تو ما کنتراست خیلی عالی داریم، پی دی فرصد خیلی عالیه. خب این یکم تغییر توش ایجاد بشه خب مشخص میشه، اما تیوان آنچنان کنتراست خوبی نداره، یه تیوان معمولی آنچنان نداره، شاید اگر همون تیوان با کنتراست میگرفتی قشنگ میدیدی، اگر تیوان با کنتراست شد تیوان با کنتراست، کنتراست شدیدن میبره بالا دیگه، کیفیت اصلا میبره بالاتر، اونجا شاید مثلا اگر هر فوریه رو استفاده میکردی میدیدی که دقیقا بیشتر داره کاهش پیدا میکنه، اون چشم ما نمیتونه ببینه. تغییر ما داریم، تغییره توی تی تو و پی دی فصل فاحشتره، چشم ما قادر به دیدن اونه، وگرنه هیچ فرقی نمیکنه، تو اون سکانس هم ما داریم. ببینید جایی که خیلی جالبه این ام آر وی که شما اینجا با فیلیپس میگرفتید چقدر زمان میبرد؟ ام آر وی با تزریق، با تزریق، با تزریق شما کلن زمان سیرکولیشن تایم یک ماده کنتراست داخل بدن شما تزریق میکنی خب کلن دور بزن زیر یک دقیقه هستش، 6 دقیقه و نیم چجوری ماده کنتراست داخل میخوام اونجا؟ اون ام‌آر‌وی بدون تزریقه، خیلی این اشتباه رو میکردن ها، ام‌آر‌وی بدون تزریق میذاشتن ماده کنتراست هم تزریق میکردن، میگفتن این خودش میگیره، شما وقتی که میخوای توی سی تی بزنی دیلی بخوای بهش بیده برای ام‌آر در واقع سی تی وی ما بگیم یه دیلی بهش بدید، دیلی 45 ثانیه کافیه، شما ماده کنتراست داخل عروق داری میبینی، بعد از اون دیگه وجود نداره. چجوری توی ام آر وی بعد از 6 دقیقه ماده کنتراست وجود داره؟ جز چیز ناشدنیه، اشتباهی بود که میکردن ها. شما برای تکنیکی میخوای تو ام آر وی استفاده کنی، ما دو نوع داریم، ام آر وی با کنتراست، ام آر وی بدون کنتراست. ام آر وی بدون کنتراست 35 تا 40 ثانیه طول میکشه، بعد از اون دیگه رفته دیگه، هیچ ماده کنتراستی نداری. ام آر وی بدون کنتراست که دقیقا همون تکنیک تاف ام آر ای هستش یا فیس کنتراست ام آر ای هستش، این دو تا تکنیک هیچ ربطی به ماده کنتراست نداره. اون تغییر فاز توی فیس کنتراست که داره ما در واقع تاثیر میده و توی تاف هم در واقع داره عمود برای حرکت میکنه، اگر موازی باشه اونم شتاب سیگنال بهم نمیده، که انشالله تو اون وقت خودش من براتون توضیح میدم. پس اونی که شما داشتین میزنی در واقع ام‌آر‌وی بدون کنتراست بوده، با کنتراست نبوده. خب حالا میرم توضیح میدم یعنی چی. ببینیم ما سه نوع پر شدن داریم، یکی که حالا خطی از بالا پایین ادامه پیدا بکنه، یکی باشه سنتریک، یعنی بیاد مرکز رو پر میکنه، این بلاک مرکز رو در نظر میگیره پر میکنه، بعد میاد محیط رو پر میکنه. یه نوع برعکسشه، محیط رو پر میکنه بعد بیاد مرکز. ام آر وی که توی فیلیپس به خود همین جاریو اسکن داشت، نوعی که داشت ریورس سنتریک ریوردرینگ بود. چرا؟ یه محاسبه خیلی راحت، ما تزریق رو انجام میدادیم، زمانی که برای ام آر وی بود هول و هوش 40 ثانیه بود، 40 ثانیه زمان میبره تصویر برداری ما تکمیل بشه. تزریق رو که من انجام میدادم دقیقاً 10 ثانیه بعدش من اسکنم رو آغاز میکردم، 10 ثانیه بعد. اگر از نوع سنتریک باشه تو 10 ثانیه من هیچ ماده کنتراست داخل رگ بالا من ندارم، پس قانونم باید دارک بیفته، تیره بیفته.
اگر از بالا به پایین باشه 30 ثانیه به بعد داره قسمت‌های پایینی رو پر می‌کنه، درسته؟ از بالا به پایین دیگه ما خودمون که تیک تیک داره پر می‌کنه، اون 10 ثانیه آخر کار داره پایین رو دیگه پر می‌کنه، باز هم داره ناحیه‌ای پر می‌کنه که اسپشال رزولوشن داره، پس باز هم من کنتراست نباید داشته باشم. اما اگر ریورس باشه چیکار می‌کنه؟ من 8 ثانیه بهش دیلی میدم، میدونم 8 ثانیه که بهش دیلی دادم 25 ثانیه تا 30 ثانیه بعدش ماده کنتراست میرسه به مغز. پس کاری که میکنم بعد از 8 ثانیه من اسکنم آغاز میکنم، توی این 30 ثانیه میاد محیط فضای کار رو پر میکنه، 10 ثانیه آخر که میخواد مرکز رو پر کنه ماده کنتراست من رسیده. این میشه MRV. غیر از این باشه میخواد قشنگ ببینید نوع فضای کار رو بشناسید، اگر در واقع نوع کارتزیان باشه MRV که میذاری زمان باشت بده، میدونی که 45 ثانیه بعد تو مغزته، پس اسکنت هم تو باید 40 ثانیه بعد آغاز بکنی، لحظه باشه که دو مرکز داره پر میشه اگر نوع سنتریک ریوردرینگ باشه. پس اینو ما باید بدونیم تا بفهمیم که اون در واقع تکنیکی داریم استفاده میکنیم کدوم یکی از این پارامترها داره در بر میگیره. البته میگم که نوع کارتزیان باشه به این شکل ها، ما تو اون کی هول ایمیجینگ داریم که هیچ مشکلی نداره، کی هول ایمیجینگ اول تا آخر میاد فقط مرکز رو پر میکنه، جایی کنتراست داره، پری کنتراست داره، آرتریال رو داره، فاز وریدی رو داره، دیلی هم داره، مشکلی با این نداریم، به صورت 4 دایمنشنال داره تصویر برداری میکنه. اون تکنیک بسیار پیشرفته است، گمون کنم تو تهران هم یه جا داره در واقع تکنیک تویست رو داره استفاده میکنه که همون کی هول ایمیجینگ باشه، جای دیگه معمولا ندارم، باید آپشنشو بخرم که شایدن هم توی MR کاربرد داره که نمیدونم حالا این تکنیکو بخرید خیلی بهتون کمک میکنه آپشن. خب اما میریم سر فست کایو اسپیس فیلینگ. یه سری تکنیک ها ما داریم که به خصوص توی MR قلب باید خیلی وقت برام مهمه، لذا ما دنبال یه سری تکنیک ها میگردیم که سریع بتونه تصویر برداری انجام بده. اولیش پارشال فوریر بود که توضیح دادیم، گفتیم که یه نصفی از فضای کار پر میشه، رادیال ایمیجینگ، اسپایرال ایمیجینگ، کی هول ایمیجینگ و نهایتا API هستش که حالا API همون نوع پارشال فوریر هستش، پارشال در واقع همون نوع کارتزیان هستش، فقط اینقدر زمان فشرده شده کل فضای کار رو میاد توی یه TR مثلا پر میکنه که میریم جلوتر انشالله بررسی میکنیم. نوع Half Coil Space Acquisition شما ده میبینید اومده نصف فضای کار رو پر کرده و نصفش رو میاد طریق همون قرینه سازی خودش میاد پر میکنه، نقطه ای که اینجا قرار داره مشابهش داره اینجا میفته، نقطه ای که اینجا قرار داره مشابهش داره اینجا میفته. این روش یک روش بسیار سریعه برای تصویر برداری، به خصوص توی آنجیوگرافی ها میتونه کاربرد داشته باشه، توی بالانس استادیو ست که یک روشی برای گرادنکو شایدن از این تکنیک استفاده میکنه. خب این روشی بهتون گفتم، یه قسمتی که حالا مربوط به صحبت شما بود، گفتید که الان سر در واقع رزولوشن بود و اسنار. میگه ببینید شما وقتی که دارید از تکنیک هفوریان استفاده میکنید زمان شایدن داری کاهش میدی، زمان ما یه هولوشی نصف شدی کاملا منطقیه، نصف میشه به شرطی که کاملا مشابه اون باشه. حالا شما ETL بالا بذار، ETL بذار 64، یعنی شما اون در واقع 64 میذاری کل اون خط نصفه بالای فضای کار داره توی یک TR برات پر میکنه. میگه این SNR رو کاهش میده، کیفیت رو کاهش میده، ولی هیچ ربطی به رزولوشن نداره، رزولوشنش فرقی نمیکنه. چرا؟ چون رزولوشن ماتریس سایزی که مشخص میکنه، پیکسل سایزی که داره مشخص میکنه و نهایت FOV است که میتونه رو اون تاثیر داشته باشه به علاوه استاتیکنس. پس این که من بیام از این روش استفاده کنم قانونا اسپشال رزولوشن من هیچ تفاوتی نباید بکنه. چرا؟ شما داری میگی که وقتی که من نکس رو میذارم دو، یعنی دو بار دارم خانش انجام میدم، درسته؟ پس کیفیت دو برابر میشه حدودا. خب وقتی که الان میام میکنم نصف، قانونا باید حدودا نصف بشه دیگه، باید کاهش پیدا بکنه. خب این روش توی تایم ریزالو، حالا MRA و پرفیوژن کاربرد داره که همون تایم ریزالو میشن، روش برای کی هول ایمیجینگ هم هستش، تو این نقطه هم شایدن میتونه کاربرد داشته باشه.
بازی کردن به انواع فضای کار خیلی مهمه. مثلا الان میریم جلو بررسی میکنیم، ما یه رادیال داریم، اسپایرال داریم، این روش پارشال فوریر داریم، اینا هر کدوم کجا میتونه به ما کمک بکنه. مثلا یه بیماری الان میاد به شما به شما مراجعه میکنه، این بیمار یه بیمار مثلا خیلی آژیته هستش، سرش تکون میده، برین هم داره، چه تکنیکی میخوای استفاده کنه؟ از چه نوع پرشدن فضای کاهی میخوای استفاده کنید که جلو این حرکت رو بگیرید؟ یکی از این تکنیک ها خیلی جالب بود، نشون میداد دائم بیمار داشت سرش تکون میداد اما کیفیت تصاویر عالی، سر اینجوری بود کیفیت عالی، اینجوری هم بود کیفیت عالی، هیچ فرقی نمیکرد، یعنی اینقدر سرعت بالا بود که همون لحظه در هر جایی که سر قرار داشت تصویر برداریش انجام میداد. میرین جلو تا ببینیم چه جوریه. خب پس توی تکنیک هیست و بالانس استادی سیفری پرسیشن، این تکنیک خیلی، این در واقع روش پر شدن خیلی میتونه به ما کمک بکنه. اما توی رادیار، رادیار روش خیلی باحالیه، میگه فضای کارو شبیه دایره فرض کن و سیم‌های مثلا یه دو چرخه رو بیا شبیه شعاع اون دایره فرض کن، یعنی هر دفعه یکی از این خطوط پر میشه، یکی خطوط نه، بستگی به انتخاب شما داره، میتونی شما 10 تا خط رو بذاری کنار هم پر بکنی، هر چه تعداد خطوط بیشتر باشه زمان شما سریعتر میشه و سریعتر میتونی کارو انجام بدید. خب این روش چون مرتب هر دفعه داره فضای کار از مرکز هیدر نمونه برداری میشه، هیدر اوور سامپلینگ اتفاق میفته، این یعنی کنتراست خیلی قوی داره توی مرکز. کجاها دیگه میتونه کاربرد داشته باشه؟ این یعنی توی مرکز هی داره میانگین گیری انجام میده. شما تصویر برداری کردی، بیمار موشن داشت، یکی دیگه دوباره موشن داشت، اشکال نداره، این روش که خیلی داره تکرار میشه، آخرام قراره میانگین بگیره، این میانگین گیریه میاد و موشن آرتیفکت رو دیاد برطرف میکنه. پس بیماری که آژیته باشه این روش خیلی میتونه به شما کمک بکنه. برای پس برای کاهش موشن آرتیفکت نگاه کنید، این خطوطی که داره پر میشه شبیه همون، حالا ما در واقع قصه دایره در نظر بگیریم، دنسیتی که در مرکز وجود داره شدیداً بالاست، این حالت در واقع اوور اکسپوز ما بگیم، یعنی خانش در مرکز هی داره اتفاق میفته، میانگیری در مرکز هی داره اتفاق میفته، پس مطمئنا تصویری که در نهایت به من میده با توجه به اینکه میانگیری انجام دیده دیگه اون آرتیفکت رو ما نداریم، موش آرتیفکت رو نداریم، که حالا به عنوان تکنیک پروپیلر، بلید و مالتی وین شناخته میشه توی دستگاه‌های مختلف. پس جایی که کاربرد داره، بیماری که به شما مراجعه کرد نتونه با شما همکاری بکنه، شایدن برای این روش میتونه استفاده کنید که حرکتش رو کاهش بدید. سودی هم که داره، موش آرتیفکت توی همون پلین رو میاد کاهش میده، یعنی شما یه مقطع تهیه میکنی موش آرتیفکت نداره، سر این حالت قرار داره، پلین بعدی یعنی سر اینجوری قرار داره، پس این حرکت و سر رو دیگه کار نداره، توی همون اسلایس توی همون پلین میاد جلو آرتیفکت رو میگیره. نگاه کنید این موش آرتیفکت که برطرف کرده خودش شده این، و اینم به جای یک خط تعدادی از خطوط، مثلا در هر بار اکسپوز مثلا 10 تا خط رو اومده پر کرده، و اینم اوور دنسیتی دارید ناحیه مرکزی مشاهده میکنید. اما توی اسپایرال، توی اسپایرال میگه همون حالت هلوزینی شکلیه که داریم میبینیم، میگه این دفعه دیگه ما تک گرادیان نداریم، ما اونم میگفتیم گرادین فاز فعال کن بعد برو گرادین فرکانس، توی رادیال همین حالت فعال میشه، فقط دیگه همون حالت میمونه، یعنی گرادین و فرکانس و فاز با هم فعال میشه هر کدوم به یه نسبتی، دیگه همون حالت میمونه، تغییر نمیکنه تا اون خط پر بشه. ولی توی اسپایرال دائم نوسان وجود داره، این نوسانه باز میشه که شروع کنه به چرخش، پس هی گرادین و فرکانس و فاز داره جاش عوض میشه و این باعث میشه پرشدن فضای کاه من حالا یه حالت دایره‌ای پیدا کنه یا حالت مربعی پیدا بکنه. پس مرتب این دوتا دارن با هم جاشون رو تغییر میدن. خب تو این تکنیک اول مرکز داره پر میشه، کجاها کاربرد داره؟ توی ام‌آر آنژیوگرافی. هر تکنیک اول مرکز رو پر بکنه توی ام‌آر آنژیوگرافی خیلی میتونه خوب به من کمک بکنه، و در نهایت میره محیط رو پر میکنه و
اگر من بخوام یه شکلی براتون بگم از مزیتاش بگم، این روش بسیار روش کوتاهیه، زمان بسیار کمی میبره، تیه بسیار کوتاهی داره و نهایت اسپشیال رزولوشنی که ما میده یا کیفیت تصویری که با میده متوسطه. این نمیتونم بیام بگم که حالا یه برتری داره، فقط زمان کوتاهیه. این برای من قابل قبوله، پس من میتونم توی امارای آنژیوگرافی، توی اف ام آر آی شدیدن ازش استفاده بکنم. پس این میشه یک مزیت برای من که شکلش هم شما داره اینجا مشاهده میکنید از مرکز. پس من تزریق انجام میدم، همین که ماده کنتراست رسید به مقطع مورد نظر، به اون ناحیه مورد نظر فعالش میکنم. چون داره از مرکز پر میکنه، این مرکز تمپورال رزولوشن من فرض کنید 50 میلی ثانیه، یعنی 50 میلی ثانیه من وقت دارم بیام اونجا تکرار رو تصویر برداری کنم. پر شدن اینا فرض کن 250 میلی ثانیه طول میکشه. توی 50 میلی ثانیه اول که داره مرکز رو پر میکنه، دقیقاً جایی که ماده کنتراست قرار داره، پس مشکلی باهاش نداره. میاد ناحیه رو پر میکنه، محیط رو در ادامه کار پر میکنه. حالا میخواد ماده کنتراست باشه، میخواد نباشه، فرقی نمیکنه. اما میریم سر API که الا ماشاءالله حرف زیادی برای خودش داره و تکنیک بسیار سریعه. چرا اینقدر نویز داره؟ نویز صوتی منظورمه، کیفیت تصویر که داودی پایینه، چرا اینقدر خودش نویز داره؟ هی کاش فقط مصرف میکرد. ببینید یه پارس عارف میزنیم، حالا میتونه نبر، یعنی وقتی که ما میگیم API میتونه ادغام بشه با چیزهای دیگه، با استیر ادغام بشه، با اسپینکو ادغام بشه، با گیرادنی کش فرقی نمیکنه. یه در واقع تکنیک مکمل با یه تکنیک دیگه کنارمون قرار میگیره. اینجا مثلا اومده اسپینکو استفاده کرده، یه پارس 90 یه 180 میاد در راستای محور عرضه قرار میگیره، بعد پارس عارف شروع به چرخش میکنه، دیفیزی اتفاق میفته، پارس 180 میزنی میچرخه 180 درجه، یا در جهت الان اگر در جهت مثبت ایکس به در جهت منفی ایکس قرار میگیره و اینا دوباره همفاز میشن. الان که میخواد همفاز بشه میاد چیکار میکنه؟ این گرادیان در راستای فرکانس مرتب فعالش میکنه. یعنی چی؟ میگه خب الان 180 من وارد کردم، این چرخید اومد این طرف قرار گرفت، خب این الان عقبیه میخواد به این برسه، میاد گرادیان رو فعالش میکنه، سرعت این عقبیه رو میبره بالاتر، میگه سریع به این برس. اون لحظه که قطب مثبتش داره اعمال میشه، قطب مثبت اعمال میشه، پایین تو این ناحیه سیگنال دریافت میشه، اینا به هم میرسن، دوباره قطب منفی رو اعمال میکنه، شروع میکنه به دیفیزی، دوباره قطب مثبت اعمال میکنه، دوباره اینا به زور شروع میکنه انفاز شدن. پس این گرادیان کارش اینه که این دوتا رو مجبور بکنه هی همفاز بشن، هی دیفیزی بشن، همفاز بشن، دیفاز بشن. بعد هر دفعه که داره این گرادیان فرکانس فعالیت میکنه، هر دفعه که این داره فعال میشه، گرادیان فاز هم میاد فعال میشه. میگه خب اولین باری که اینا اومدن همفاز شدن، یه خط از فضای کار پر کن، دوباره دیفیزی اتفاق میفته، دوباره که داره همفاز میشه گرادیان فازش قوی تر میشه، دومی میگه به یه خط دیگر رو پر کن. این به خاطر همینه که ما در اون راستا دیگه کل فضای کار پر میشه. این تیکش اوکی یا نه؟ اگر نه بگه من توضیح بدم، پس مشکلی نداری. پس اینا وقتی که حالت 180 بهشون من اعمال کردم میخوان همفاز بشن، خب تا میخوان همفاز بشن دستگاه وقت نداره دیگه، چون زمان تو ای پی آی خیلی پایینه، در حد میلی ثانیه هستش. پس میاد وادارشون میکنه، به اینا پوش وارد میکنه، میگه همفاز بشید، همفاز میشن، یه سیگنال دریافت میکنه، خب ادامه داره، دوباره دیفیزی اتفاق میفته، دوباره گرادیان تغییرش میده، میگه همفاز بشید، همفاز میشن، دوباره یه سیگنال دریافت میکنه و دیفیزی. و این کار اگر مثلا من حالا 128 فضای در واقع گرادیان فاز من باشه، 128 بار این کار داره اتفاق میفته تا اون 128 خط پر بشه. حالا ما کاری که میتونیم بکنیم اینه که ما یه سینگل شات داریم یه مالتی شات، این دو چه فرقی میکنه؟ یه
خیلی راحت اسمش تو خودشه. سینگل شات داره میگه آقا جان تو یک پارس آر اف این کارو برام انجام بده. یعنی یه 90 یا 180 تو باید کل فضای کارو پر بکنی. توی مالتی شات شما اگه 4 در نظر بگیرید، یعنی 4 تا سکانس این کارو انجام بده. فرقش چیه؟ اونی که توی سینگل شات باشه چون داره با یک دونه آر اف این کارو انجام میده، در نهایت انتها که میرسه دیگه چیزی نداره، دیگه رمقی نداره. آخر کار دیگه سیگنالاش خیلی رو به کاهشه. کیفیت تصویرش پایین‌تره، درسته که سرعت یکم بالاتره. کیفیتش پایین‌تره و در عین حال اگر من متال آرتیفکت داشته باشم، سسپتیبیلیتی آرتیفکت داشته باشم، تو این خیلی شدیده. ولی توی مالتی شات چون اجازه دارم بهش میدم یه پارس آر اف دیگه بیاد کمکش، دو تا دیگه پارس آر اف بیاد کمکش. پارس آر اف ما میدونیم مثلا توی اسپینکو 180 درجه دارم، یا اون متال آرتیفکت رو از بین ببره، میاد ناهمگینی میدان مغناطیسی رو از بین ببره. این همه همون کارو میکنه. توی مالتی شات تا حدودی متال آرتیفکتی که داره ایجاد میکنه رو میاد کاهش میده. دیگه همون کنم شکلشو باید داشته باشم بهتونشون بدم. خب پس گفتیم که توی مالتی شات کیفیت تصویرمون بالاتره، توی چند تا سگمنت ایجاد میشه و تو این شکل دارید میبینید. این یعنی چی؟ من الان 1, 2, 3, 4 تا خط دارم با رنگ‌های مختلف. به ترتیب بخواد پر بشه جناب صدری، دقیقا اگه قرار بشه جدا پر بشه میشه همون روش کانونشنال ما. ببینید بخوام خیلی، من میخوام ساده بخوام اینو مثال بزنم. من میگم یه مقطعی رو دارم، تو این مقطع من میام 4 کویل قرار میدم. ای پی آی در واقع همون پارالل ایمیجینگ دیگه، 4 کویل قرار داره، همون روش فیز ارایی که میگفتیم. این هر کدوم میاد قسمت مربوط به خودش رو میاد چیکار میکنه؟ این حالا ما تیکه از بدنه، اسلایس نیستش، یه مقطعی از بدنه، تیکه مربوط به خودش میاد کاور میکنه. این وقتی که تیکه مربوط به خودش داره کاور میکنه، خب چرا این نمیاد خطوط فضای کار اینجا رو پر کنه، این یکی این زیری رو پر کنه، یکی هم زیری و الی آخر؟ چرا اینجوری حالت مخلوط داره؟ قانونه من چارت دارم دیگه. خب آقا جون تو بیا راسته خودت رو بگیر، تو هم بیا راسته خودت رو بگیر و این تو کارت آخر پیدا کنه، ادامه پیدا کنه. ببینید من وقتی که میگم فرضاً این یه مقطعی از بدنه، خب حالا فرض کنیم من یه کیسی تو این ناحیه دارم، تو این پر از مایع هستش، از اینجا میخواد سیگنال تهیه کنه، این لبه هستش، اینجا هم شدت سیگنال بالایی داره توی مرکز، درسته؟ سیگنالی که از این مرکز داره بهم میده کجا باید بره قرار بگیره؟ آفرین، چون شدت سیگنال بالایی داره دیگه، پس میگه یه خط توی مرکز پر میکنه. یعنی میخوام بگم که این دو تاش ربطی به هم نداره. سیگنال لبه رو میخواد، لبه اسپشیال رزولوشن بالایی داره، پس میگه یه خط از بالا رو پر میکنه. پس پر شدن فضای کا هیچ ربطی به چیدمان این نداره. کویل در هر ناحیه قرار داره، تو اون ناحیه هم شدت سیگنال بالا رو داریم ما، هم اسپشیال رزولوشن بالایی داریم. اطلاعات مربوط به اسپشیال رزولوشن بالا رو میاد تو محیط قرار میده، اطلاعات مربوط به شدت سیگنال بالا رو میاد توی مرکز قرار میده. پس این باعث میشه که یه حالت تنوعی من داشته باشم. اوکی؟ خب اما کجا کاربرد داره؟ توی DWI که الان ماشاءالله اینقدر ما اینو صدا داره، این همون تکنیک API هستش. PWI هم به همین شکل توی کاردیاک و ابدومینال ایمیجینگ خیلی کاربرد داره که بخوایم موشن آرتیفکت رو کاهش بدیم، چون تکنیک خیلی تکنیک سریع هستش. کورنری آرتری خیلی کاربرد داره این روش. توی سینه کاردیاک MRI خیلی کاربرد داره. این الان میشه گفت که شاید 70% ویت MRI فقط روی این نوع کای سپیس فیلین داری میچرخه، فقط API هستش که اینقدر توی این نویدر کمک میکنه. الان ما فقط همین 4 آیتم رو بخواییم در نظر بگیریم، شاید بتونیم کلا MRI رو تا
تصویربرداری کنه. یه فیلم از داخل یوتیوب من گرفتم خیلی جالب بود، یه مرکز توی آمریکا بود داشت نشون میداد، اونجا برعکس ما ایرانی ها هستن. حالا ما ایرانی ها کارشناس خطه خودشو داره، ما برعکس نه، معذرت میخوام، دقیقا چون همه اونا یه قانون داره ما نداریم. بعد خب مدیکال فیزیک، رادیولوژیست، بخوام متخصص قلب، اینا همه تیم بودن، یعنی تو اتاق کنترل، اتاق تکنیک همه رفت آمد دارن، منطقی هستن. وقتی که جناب دکتر داره روزی 40 تا بیمار ریپورت میکنه، پشت اون صندلی تکون بخوره دیگه نمیتونی کار انجام بده، اون طرف داره روزی 5 تا میزنه. متخصص مرکز پزشکی هسته‌ای میرداماد من کار میکردم، مهر دکتر رفی خیلی آدم کله گنده بود برای خودش، بعد مشکل قلبی براش پیش اومد، رفت آمریکا آنجیوگرافی انجام داد، اومد رفیقش بهش گفت فلانی من اینجا رفیقتم چه نمیشه، من گفت من به خودم اعتماد ندارم، میخوای به تو داشته باشم. گفت که رفتم اونجا یه روز آنجیوگرافی انجام داده، 5 روز پزشک منو فالو کرده، علاوه روحی روانی مشکل داری یا نداری، اینجا بخوای این کارو بکنید یه خواب نداری دیگه، نمیشه. خب به خاطر همین خیلی جالب اومد روی تکنیک کار کردن، خیلی حالت سربسته بود، واردش نشد. ام آر آنجیوی قلب تو 15 دقیقه انجام میدادن، خیلی عالی بود، ولی هیچ گونه اطلاعاتی نداده بودن. ولی الان من خیلی این تیکش خوشم اومد که این تیم داخل اتاق کنترل از اول تا آخر دارن با هم مشاوره میگیرن، نظر همو دارن میپرسن، مدیکال فیزیکی حرفی میزد. یعنی ببینید دیدگاهی که هر کسی داره کاملا با اون یکی فرق میکنه، چون رشته ها با هم فرق میکنه. درسته که حالا بیس به یکی برمیگرده، ولی خب مطمئنا با توجه به دانش افراد دیدگاه هایی هم که دارن با هم فرق میکنه. شما حساب کن حالا بیا این دیدگاه رو بذاری کنار هم دیگه، چقدر قشنگ میشه مانورش بدی، در واقع کنترلش کنی، کاور بکنی. ولی اینجا شما بیا نظر بده، اگه ازت بترسن که میگن آره تو راست میگی، اما پشت هم میگم فلانی رو ولش کن، اما اگه ازت نترسن همون لحظه کار تموم بود، تو رو دوایی میرسن و جواب تو بهت میدن. خب امیدوارم به اون روزی برسه که ما هم بتونیم این کار رو انجام بدیم، امیدوارم. حالا آرزو بر جوانان عیب نیست، میتونیم کار رو انشالله که انجام بدیم. شما مثلا توی تکنیک اسپینکا تی آر رو چقدر میذاری؟ توی تیوان؟ تی آر حدود 450 تا 600، یعنی 600 میلی ثانیه یه صدای بنگی توش در میاد دیگه، میگه بنگ بنگ بنگ، این در واقع همون فاصله چی؟ اون تبدیل گرادیان هستش، ولی این میلی ثانیه هستش. یه صدای ممتدی که داری شما میشنوی، یعنی سریع داره جابجا میشین گرادیان ها، داره قطبیت هی داره تغییر میکنه، به خاطر همینه که فشار شدید رو گرادیان میاد. مثلا توی بخوای دستی برداری معمولی، امار معمولی این کار رو انجام بدیم، گرادیان میسوزه، شک نکنید. اون گرادیان باید توان این کار رو داشته باشه که بتونه این همه بار رو تحمل بکنه. اما کیهول ایمیجی که من در واقع کیهول ایمیجی که من بهتون گفتم اینه، توضیح هم براش دادیم، تکنیک بسیار محشریه و من بهتون توصیه میکنم اگر امکان داره حتما اینو بخرید، خطای تکنولوژیست رو بسیار کاهش میده. چون محاسبه کردن ما توی سیتی آنجیوگرافی قلب داریم، میگه خب بلوستایم بلوسترکی انجام میدیم، توی امار هم همینه، ما یه بلوستایم داریم یه بلوسترکی، یه دارویی تزریق میشه تا ما بتونیم رو تشخیصش بدیم. خب این به شرطی که خب فلورای تغییر نکنه، مشکلی پیش نیاد و همون روش ادامه پیدا بکنه، اگر نشه دیگه دستمون در رفته. توی تایم ریزالو ام آر ای که حالا به صورت کیهول ایمیجینگ شناخته میشه، میاد چیکار میکنه؟ میگه من یه مقطعی رو میخوام تصویربرداری بکنم، این مقطع من همش فضای کاه که تو آخر دارید میبینید، اولی اومده کامل پر کرده، دومی سومی فقط دیگه به آخر داره مرکز رو پر میکنه. این یعنی چی؟ میگه من یه تایمی دارم میخوام تصویربرداری رو انجام بدم، همین که ماده کنتراست تزریق میکنه تصویر برداری شروع میکنه، حالا با توجه به دیزاین دستگاه فرق میکنه. حالا من این نوشه که اولیشو مثال میزنم، بعد میره سراغ بعدیش. میگه اسلایس اولی که تهیه میکنی کامل بیا تهیه کن، یه اسلایس واقعی باشه، خود شما فرض کن هولوش 25 30 ثانیه زمان میبره، 10 ثانیه زمان میبره که ماده کنتراست شما برسه به قلب،
تو این 10 ثانیه میاد چیکار میکنه؟ یه بلاک تهیه میکنه. حالا تو 3D داره. یه بلاک تهیه میکنه که کنتراست هم داره، ولی هیچگونه ماده کنتراستی وارد نشده. ماده کنتراست که وارد میشه توی بلاک بعدی، کایوس فیس بعدی، فقط مرکز فضای کارو پر میکنه. و این کار ادامه پیدا میکنه تا آخر. یعنی در طول زمان که داره ماده کنتراست هی داره وارد میشه، در طول زمان داره هی اینو دیتکت میکنه و کایوس فیس مربوط به اون ناحیه داره اون ناحیه رو پر میکنه. فقط داره مرکز رو پر میکنه، چون کنتراست براش ملاک دیگه، فقط داره مرکز رو پر میکنه. توی چند میلی ثانیه، 2 یا 3 میلی ثانیه تصویر رو میگیره تا میرسه به آخر. بعد اطلاعات مربوط به اسپشیال رزولوشن رو از این کپی میکنه، میذاره تو، چون اسپشیال رزولوشن هیچ فرقی نمیکنه. بافتی که تو این ناحیه دارم، شما فرض کن یه عضله داری، تاندون کنارشه، لبه هاش هم کاملا مشخصه، یه رگ از اینجا رد شده که ماده کنتراست میخواد عبور کنه. در طول زمان تنها چیزی که داره تغییر میکنه ماده کنتراسته، ما بقیه چیز هیچ فرقی نمیکنه، لبه های آبجکت شما هیچ فرقی نمیکنه. پس اینو اگر به اول کار تصویر برداری بکنه توی اسلایز و اطلاعات اسپشیال رزولوشن رو از این کپی کنه، توی تمام این فضای کار جایگذاری کنه. پس فقط 5 میلی ثانیه 10 میلی ثانیه زمان میذاره برای فضای کارهای مختلف، فقط مرکز رو پر میکنه. این برای یک روشه. یک روشه دیگه میاد چیکار میکنه؟ میاد اینو از مرکز تا بالا به چند ناحیه تقسیم میکنه، چند تا دایره تو در تو. اولی 1، 2، 3، 4 فرض کنید تا 5 ما داریم. خب میاد میشماره، میگه خب اینجا هم الان من 5 تا دارم. تصویر برداری رو شروع میکنه، میگه اولی 1 و 2 رو پر کن، دومی 1 و 3 رو پر کن، چهارمی 1 و 4 رو پر کن، پنجمی 1 و 5 رو پر کن. و این روش هی تکرار میکنه. چرا؟ میگه تمپورال رزولوشنی که من نیاز دارم 50 میلی ثانیه هستش، درسته؟ زمان تصویر برداری که اینجا فرضاً من دارم 40 میلی ثانیه هستش. 40 میلی ثانیه وقت رو میذاره مرکز رو پر میکنه، 10 میلی ثانیه اضافه میاره. میگه خب این 10 میلی ثانیه به جای که پرت بره، میرم یه گوشه از فضای کار رو پر میکنم. مثلا میگه 1 به گوشه فضای کار 2 رو پر میکنه، دفعه بعد یک گوشه فضای کار 3 رو پر میکنه، و این کار دوباره تکرار میشه تا کامل فضای کار پر بشه. باز همون 50 میلی ثانیه رو فقط گذاشته برای مرکز، هیچ فرقی نکرده. ولی خب شیوه پر کردن محیط فضای کار رو اومده یه دیزاین دیگه براش پیدا کرده. در کل هیچ فرقی با این نمیکنه، هدفش اینه که مرکز پر بشه و در نهایت محیط فضای کار اطلاعات از جاهای دیگه بیاد بگیره، از فضای کار قبلی بیاد بگیره یا فضای کار آخری بیاد بگیره. خب اینو متوجه شدید؟ آقای صدری مدیونی اگر تعارف کنی نپرسی رچم؟ سیارانی. خب ولی محدودیتی که داره استنار پایینی داره. این روش تمپر رزولوشن خیلی بالایی داره. یعنی ماشا بگه تنها روشیه که به صورت 4 دایمنشنال توی امارای داره ما تصویر برداری میده. خیلی عالیه. توی امارای شما تصویر برداری 4 دایمنشنال داشته باشه خیلی عالیه. به صورت همون سینما داره ما تصویر میده. ولی استنارش پایینه. چون اینقدر دیگه زمان تصویر برداری در واقع کاهش پیدا کرده، دیگه کیفیت میاد پایین. همون شبیه 1/2 نکس ما در نظر بگیریم. کیفیت میاد پایین. وقت نمیکنه بیشتر دیتا جمع کنه. که کاملا هم منطقی هستش. این روی اون سکانس ها تعریف شده. مثلا توی کیهول ایمیجی تکنیکی که مدرن تویسته. خب آخه مشکل اینه که ببین ما اون تکنیک رو نمیشناسیم. ما انواع تکنیک ها رو داریم. خب مثلا من الان میام برای شما میذارم SVGR میذارم، هیس میذارم، فلش میذارم، اینو میذارم. من باید بدونم بیسش چیه، کجا کاربرد داره. مشکل ما اینو نمیدونیم. مثلا من مثلا خیلی خوشم میومد که یه بورد داشته باشه MRI ماهی یک بار یه سری اطلاعات بذاره، چون کارشناس وقت نمیکنه، واقعا وقت نمیکنه. این امنیت شغلی بدترین چیزه، بدترین عامل واسه درجه زدنه. خیالت راحته،
وقتی که خیال راحت باشه خیلی دنبالش نمیری. اما منو میدونم که اگر من امروز این کارو نکنم فردا اخراجم میکنم. برای من اینه. پس به خاطر این ناچارم برم وقت بذارم چیزی رو یاد بگیرم و یاد بدم. اینم الان همینه. چون ما مثلا باید بگردیم ما چون امنیت شغلی داریم ناچاریم یه راههای دیگه ای پیدا کنیم. مثلا توی اتاق کنترل هم بوردی که الان شما دارید، خب یه بورد باید باشه ما یه بار میای دیتاهای جدید بذارم. خیلی خوبه، کارشناس بیکار 10 دقیقه وقت گذاشته داره اسمایل میزنه، حالا مثلا ما داریم اسمایل میزنیم، این 10 دقیقه داره قدم میزنه دیگه، غیر از اینه روزی هم 200 بار نگاش تو این بورد میفته. هر دفعه هم یکی از اینا رو ببینه بخونه به نظر من کافیه، بالاخره ملکه ذهنش میشه. ما خودمون بخوایم واقعا نمیخونیم، ولی این روش کم کم روشی که واقعا جواب میده. خب پس برای پارال ایمیجینگ بهترینه که ما میدان مغناطیسی قوی داشته باشیم که کیفیت اثر رو ببره بالا. گفتیم از فیز اری کویل استفاده میکنیم که توی شکل هم اینجا مشاهده کردید و نیاز به یک در واقع سیستم نرم افزاری و کامپیوتری بسیار قوی داره. کامپیوتر های کانفیگ، همان چه گرادیان چه کارهای واسطه‌سازی که داره انجام میده. ما الان بخوام مثلا یه کد نویسی انجام میدیم، فقط یه کامپیوتر با یه جی پی یو که درخواست کردیم 208 میلیون قیمت این دوتا بوده که بتونه کارهای پردازش تصویر رو انجام بدیم. حالا دیگه شما حساب کنید در ساعت ام آر آی چقدر باید این قوی تر باشه که بتونه برای ما کارهایی داشته باشه. اما اسمای مختلفی که داره، توی فیلیپس میگن سنس، اسه توی جی ای، ام سنس توی زیمنس، رپید توی ایتاچیه و اسپیدر هم توی توشیبا هستش که حالا دوباره همین هم برای فضای کاش داره یه اسمی در نظر بگیر که حدودا شبیه همونه، خیلی فرق نمی کنه. و این هم آخرین سلایس من که قبلا هم کمکان روی این موضوع یه بار دوبار بحث کردیم که API توی روش حالا پارال ایمیجینگ هر کویلی میاد ناحیه مربوط به خودش پر میکنه، دو تا روبروی هم قرار داره. شما دارید توی این زمینه الان دارید الایزن آرتیفکت رو دارید میبینید، آرتیفکت هاشو دارید میبینید، بعد حالا توی فضای کا یا توی ایمیج این آرتیفکت میاد برطرف میشه و در نهایت به اون ایمیجی که ما مد نظرمونه میرسیم. واقعا خسته نباشید، قربان شما. اگر هنان سوالی دارید من در خدمت